هوا اینقدر خوبه که دلم میخواد گریه کنم. میخوام غرق در خیره شدن به این آسمون آبی بشم. آکانه، مدرسه دیر میشه. آکانه، دلم درد میکنه، نمیرم مدرسه. چی؟ تب که نداری؟ ممکنه سرماخوردگی باشه، میخوای بری دکتر؟ نه، اگه تو تخت بمونم خوب میشم. خیلی خوب، پس استراحت کن. سنجاق سر؟ مگه دیشب پیام ریا به دستت نرسید؟ هممون میخواستیم سنجاق سرامونو بزنیم و بیای مدرسه، مخصوصا که مادر ریا خودش برامون درستش کرده بود. چرا نپوشیدیش؟ ازش خوشت نمیاد؟ پیامشو ندیدم. دیشب خونه مامان بزرگم بودم، گوشمم جا گذاشته بودم خونه. آکانه، صبح بخیر. صبح بخیر. هی، یادت مون بپوشیش؟ سنجاقو میگم. انگار ما گروه سنجاق سری ها هستیم. آره، گروه. مگه نه؟ اینجا نوشته که کامانکو. من واقعا اینا رو نمیدونستم، دروغی نگفتم. پس میشه لطفا از طرف من اینا رو براشون توضیح بدی؟ خواهش میکنم. هی، شب میای اونجا؟ آره میام. سرزمین عجایب. حالم به هم خورد. چرا نشستی رو صورتم، گربه احمق؟ گشنمه. برو بشین تو تراس، یه چیزی برات درست میکنم. عذاب وجدان دارم. گربه بودن خیلی باحاله، خیلی راحته. وای،
بفرمایید. برای غذا ممنون. زنای خانه‌دار کارشون راحته، پس ناراحت نباش. ولی دستپخت مامان خیلی خوبه. حال چطوره؟ سردردم بهتر شده مامان. مگه دلت سرد نمی کرد؟ ولی سردردم داشتم. میشه یه کار کوچیکی برام انجام بدی؟ ها؟ میتونی بری یه سر به چی بزنی؟ چی؟ چرا؟ چرا باید برم یه سر به چی بزنم؟ ها؟ چرا؟ آخه فردا تولدته مگه نه؟ از چی خواستم که برات یه هدیه ای آماده کنه، پس میخواستم بری ازش بگیریش. یعنی میگی باید برم کادوی خودم و خودم تحویل بگیرم؟ خیلی عجیبه، امکان نداره. مواظب خودت باش. سفر خوبی داشته باشی. نکنم متوجه بشی، من این یکی رو بیشتر دوست دارم. ولی من مطمئنم این یکی بیشتر از اون بهتون میاد. وقتی که مسافرت بودم با یه پیرمرد برخورد کردم که سنگای قیمتی ترکیبی قشنگی درست میگرد. من تا اینو دیدم عاشقش شدم و پرسیدم ازش فروشیه. گفت که هنوز کامل نشده، ولی انقدر عاشقش شده بودم که خیلی بهش اصرار کردم. بالاخره قبول کرد و در ازای شکلاتم به هم داد. موقع برگشتن به ژاپن یکم تغییرش دادم و الانم یه چراغ خوابه. خیلی دوستش دارم، ولی اگه واقعا قدرشو میدونی میتونم ازش بگذرم. اون جادوگر داره سعی میکنه جنسشو بفروشه. چقدره؟ 10 دلار. چه ارزون؟ چه گرون که با شکلات عوضش کرده. به هر حال لطفا امتحانش کنین، اگه ازش خوشتون اومد میتونین بعدم پولشو بدین. چرا فکر کردین که این به من میاد؟ کینگ مووی. چون هنوز کامل نیست. آ؟ آکانه، باورم نمیشه کجا بودی؟ حال چطوره؟ خیلی دلتنگت شدم. یه ماه پیش هم دیگر رو دیدیم، همون موقعی که با خودت چند تا شیرینی بوگندوی تایلندی آورده بودی. جدی؟ تو که هنوزم لاغری، چرا یه کم غذا نمیخوری؟ نگران نباش، تا چند سال دیگه قدت بلندتر میشه و رشد میکنی. این از طرف مامانته؟ ممنون. خب امروز چه خبره؟ کادوی تولدت؟ مطمئن نیستم همچین سفارشی داشته باشم.
دوباره داری جایی میری؟ آره قصد دارم برم آرلس، جنوب فرانسه. یه چند وقتی هست که دلم میخواد برم. خیلی خوشگله مگه نه؟ چیزی میخوری؟ باشه. زیاد نمیتونم کنار چی بودن و تحمل کنم، ولی عاشق اینجا هستم. چی؟ یه تیکه از دیوار برلین؟ فکر نکنم. چی شده؟ گیر کردم، خیلی گیر کردم. یه صدای در زدن نشنیدی؟ نمیدونم، رو این تمرکز کن. از زیر زمینه؟ زیر زمین داری؟ مال خود ساختمونه، جای انباری ازش استفاده میکرد. این راه خیلی دشواریه و جهتیابی توش خیلی سخته. تو کی هستی؟ چرا رفتی تو زیر زمین من؟ دوستی؟ الان زنگ میزنم به پلیس. زنگ میزنم و صبر کنید، من اصلا دوست نیستم. گمونم شما یکم زیادی پیر هستی. الان زنگ میزنم به پلیس. خب راستش من دنبال الهه گرین ویند میگردم. ها؟ منظورم دختریه که دستش به اون جای دست میخوره. چی کار میکنین؟ شما خیلی بیادبی. تو بیادبی. شما اونی نیستی که دنبالشه. هی ویسا که اینطور پیپو کار طرف نداشت. خیلی ممنونم استاد هیپوکرات. چی؟ اون مجسمه الان حرف زد؟ اینطور به نظر میاد. بدنم به خاطر اینکه کل امروز و بی حرکت موندم خیلی خشک شده. پرواز کرد؟ فکر کنم آره. ببخشید که تو معرفی کردن خودم تأخیر داشتم. اسم من هیپوکراتسه، این هم شاگردم پیپو. از دیدنتون خوشحالم، من پیپو هستم. گفت از دیدنتون خوشحالم. خب این اولین باریه که میبینیمش. آره اولین باریه که همو میبینیم. ما از دنیای زیرین میایم که به اون زیر زمین وصله، ولی مطمئنم که نمیدونین در مورد چی حرف میزنم. آخه مطمئنم باورتون نمیشه. محشره. چی؟ دارین در مورد یکی از دنیاهای موازی حرف میزنین؟ ما از تو داستانا و فیلما در مورد دنیاهایی که بهمون نزدیکن ولی در این حال خیلی با ما فرق دارن آشنایی داریم. منظورتون از همون دنیا هاست؟ جزء چند جهانی هاست؟ به اینجا وصل میشه؟ من از وقتی به دنیا اومدم اینجا زندگی کردم ولی هیچ وقت اینو نمیدونستم. از کی؟ از کی؟ از گذشته های دور. خیلی داغون شدم. باورم نمیشه همچین چیز باور نکردنی درست زیر پام بوده. بگو ببینم چه شکلیه؟ دنیای زیر چه شکلیه؟ میشه لطفاً تمرکزتون رو بذارید رو من؟ یادم رفت. ای انسان فرازمینی، لطفاً کمکش کن. لطفاً آروم باش. خیلی خیلی متاسفم، ولی باید ازتون بخوام که فوراً همراه ما بیایید. ها؟
سرنوشت شما اینه که الهه گریم ویند بشید. چی؟ این یارو کلاتوره چی میگه؟ چی میگی تو؟ هی با تو هم نمیشه که همینطوری از زیر زمین پیدا چه و از اون بخوای باهات بیاد، ولی میتونی از من بخوای بیام. میشه بیام؟ چی؟ شما که الهه نیستید. میدونیم که درخواست عجولانه‌ایه، ولی دنیای ما دچار بحران بزرگی شده و شما تنها کسی هستید که میتونید دنیای ما رو نجات بدید. ببخشید، من این چیزا رو نمیتونم، من اونقدر قدرتمند نیستم. لطفاً اینو بندازید گردنتون. این چیه؟ چه سنگینه؟ واقعاً برازندتون الهه. چی؟ اسمش لنگر شتابه. سه شب و سه روز طول کشید تا با یک ماده سری این شاهکار رو بسازم. آقای هیپوکرات به عنوان بهترین کیمیاگر تو کل دنیا شهرت دارن. یک کیمیاگر؟ اولین باره میبینم. وقتی این رو میپوشید، حتی اگر تمایل داشته باشید که به عقب برگردید، کمکتون میکنه پیش برید. تو ساخت این قطعه فوق‌العاده کارم حرف نداشته. من نمیخوامش. چی؟ هیپوکرات تنها کسیه که میتونه از دست اون گردمت خلاصتون کنه. خب دیگه بیاین بریم. من نمیام. دنبال من بیاین الهه. چی؟ نه، منم میام. صبر کنید، منو دور نندازید، منو جا نذارید. چی رو جمع کنم؟ کولم بایسه، کفشم ببوشم، منم میام. صبر کنید، منم ببرید. خیلی داره طول میکشه. نگران نباشید، این همون عنکبوتیه که زمانو کنترل میکنه که بهتون حمله نکنه. مسیرمون از اون طرفه، عجله کنید الهه. ببخشید. بله. من الهه نیستم، من فقط آکانه هستم. حالشون خوبه؟ من خوب نیستم. چرا اومدیم اینجا؟ خواست ما نبوده. دو تا ورودی به این دنیا وجود داره. این ورودی قدیمیه. شنیدم خیلی وقت پیش یه عالم پرنده بزرگ اینجا پرواز میکردن و این برجو ساختن. ای اون پرنده یه بزرگ. تخم گذاشته، داره از تخماش مواظبت میکنه. نگران نباش، ما اصلا به خوردن تخم مرغای تو فکر نمی کنیم. جدی میگم، تازه اصلا انقدر بزرگ هستن که نمیشه خوردشون. یعنی فهمی چی گفتم؟ چی؟ تکون نخوری. حالا بیاین بی سر و صدا بریم پایین. حالت خوبه آکانه؟ اوه.
یه موش زره پوش. دوباره میخوای یه کار ناپسند انجام بدی؟ زانگو؟ هیپوکراتسه پیپو هم هست بازم این بیورزا اون دیگه چه کوفتیه؟ این کارو نکن. استاد هیپوکراتس. اولوفه. این دفعه دیگه چیه؟ وای گوسفندای روستا همشون میخوان کمکمون کنن. خیلی بزرگن. تکون نخور. عقب نشینی میکنیم. باشه حل. خیلی موجودات ناخوشایندیه. جای تخمت هم نه. که اینطور مواظبش باش. کارش حرف نداشت. استاد هیپوکراتس خیلی ممنون که ما را از همچین موقعیت خطرناکی نجات دادید. ایشون شهردار و مادرشون از یکی از روستاهای اطراف به اسم تاج خروس هستن.
خیلی نرمه. فوق‌العاده است. اینا چیه؟ زمینای تاج خروس. روستا زیر این زمین است. راستی راستی، مثل سرزمینای توی قصه هاست. چندین نسله که این روستا گوسفند داشت و روستایی ها پشمشون رو میچیدن، با رنگدونه های تاج خروس رنگش میکردن و بعد با شاکت و شال میبافتن. پس رنگش میکنن؟ چه با مزه. سلام. سلام. چه رنگ قشنگی. ممنونم. چقدر آروم به نظر میاد. آخه چی این دنیا رو تو خطر قرار داده؟ داره رنگشو از دست میده. رنگشو؟ زمینا دارن پژمرده میشن. پشم گوسفندا داره زمخت میشه. گله تاج خروسم. چرا؟ آب. آب؟ هر چیزی تو این دنیاست به خاطر آب زنده است. زندگی یعنی رنگ. اگه چرخه آب درست باشه، رنگ‌های زیبا رونق میگیرن. ولی استاد هیپوکراتس. استاد هیپوکراتس، کیمیاگر بزرگ. خیلی وقت ندیدیمتون. خیلی به کمکتون احتیاج داریم. استاد هیپوکرات، شما تنها امید ما هستین. همه همینو میگن، مخصوصا از وقتی استاد کامادوما دیگه نیستن. متوجه. برای همین الهه گریم ویند آوردن. اون خودشه. گریم ویند، اون افسانه. الهه. چی؟ نه. حدود 600 سال پیش اتفاق مشابهی افتاد. خوشسالی شد. رنگا از بین رفتن و همه مردم بیچاره شدن. اون موقع بود که دختری مثل باد ظاهر شد و روستا رو نجات داد. بین روستایی ها به الهه گرین ویند معروف شد. این افسانه از نسلی به نسل دیگه منتقل شد. نه 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 نه، من عمرن نمیتونم این دنیا رو نجات بدم. چی؟ بیا بریم خونه. میخوام برم خونه. دلم میخواد اینا رو ببرم مغازم. دارم میرم خونه. میخوام مامان و بابامو ببینم. خونه؟ ولی پله های برج نابود شدن. خب پس دو روز با کالسکه طول میکشه که به خروجی دوم برسی. خب میبینی، پس بیا امشب و اینجا بمونیم. باشه. آماده است. براتون شام سبکی تهیه کردیم. از این طرف لطفا. لطفاً از خودتون پذیرایی کنید. پس مادرتون چی؟ باید به یه کاری میرسید. شما نگران نباشید و از شامتون لذت ببرید. خب پس به خاطر قضا ممنونم. این سوپ بلوطه. آکانه، باید امتحانش کنی. عالیه. خوشمزه است. چند ساعت پیش من و مادرم داشتیم میرفتیم به بازار شهر مجاور که اون جاکت رو ببریم اونجا.
همون جاکته؟ همونی که دزدیدنش؟ بله، مادرم بهترین بافنده اینجاست، اما اخیراً چشمش به مشکل خورده. گفته بود که این جاکت آخرین چیزیه که توی زندگیش میبافه. اونا همچین جاکت با ارزشی رو دزدیدن؟ نفرت انگیزه. جدیدن توی بازار جاکت های ما رو خیلی خوب نمیخرن. شایعه ای پخش شده که رنگ و کیفیتشون خوب نیست. ما هیچ جنس بی کیفیتی توی بازار نفرستادیم. با این وجود حالا که زندگی همه تو خطره، مادرم اصرار داره که بازم بافتنی درست کنه. پس منم فکر کردم بهترین کار اینه که تو مسابقه بازار ساکاسای تانگاری شرکت کنیم. آه چه فکر خوبی، مردم از همه جای دنیا تو این بازار جمع میشن. اگر بتونیم مسابقه رو ببریم تو کل دنیا مشهور میشیم. ساکاسا تانگاری؟ اینجاست. در ضمن ما با زانگو هم خیلی مشکل داریم. اون موش زره پوش این اتفاقای عجیب رو شروع کرد. اونا دیگه چه موجوداتی هن؟ تو 6 ماه گذشته مدام سر و کلشون پیدا میشه و درد سر درست میکنن. به احتمال زیاد ارازل شهر نیبی هستن. ارازل نیبی؟ بهتره که نزدیک اونجا نشین، جای خیلی خطرناکیه. به کار کردن برای من ادامه میدی؟ با این آشغالا نمیتونم فولاد خوبی بسازم. وای چقدر ترسناکه. میتونی تا 2 روز دیگه تمومش کنی؟ هنوز آهن به اندازه کافی نداریم. جمع کردن آهن با من، فقط میخوام زودتر تموم شه. وقتی که یه چیزی رو میخوای
اگه نتونی تمومش کنی. تو درد سر میافتی. من آهن جمع میکنم. دروپا بیا بریم. چشم قربان. اینجا تاج خروسه و اینجا تو مرکز این دنیا قلعه باران جاودان قرار داره. داخل قلعه پادشاه باران جاودان از دنیا مواظبت میکنه. خانواده سلطنتی با تدبیر زیاد موفق شدن برای چندین نسل آب رو مدیریت کنن بدون اینکه از زور استفاده کنن. به همین خاطر همه ما در صلح و صفا زندگی میکردیم و از زندگیمون خیلی لذت میبردیم. حدود 5 سال پیش پادشاه و ملکه یکی بعد از دیگری از دنیا رفتن. شاهزاده کوچیک تو دنیا تنها موند. سال گذشته حتی یه بارم تو ملأ عام ظاهر نشد. چرا؟ چه دلیلی داشت؟ همه میگن مریض شده و باید تمام مدت تو تخت خوابش استراحت کنه. حتما به خاطر قصه مرگ پدر و مادرش مریض شده. میگن تو چند ماه گذشته قدرتش رو به افول رفته. همین مسئله روی میزان آب تأثیر گذاشته. شما نمیتونین یه راهی پیدا کنین که مداواش کنید؟ آخه شما کیمیاگرین مگه نه؟ جادوگر کامادوما در قلعه باران جاودان زندگی میکنه. ما نمیتونیم وارد اونجا بشیم چون تو این دنیا جادوگر و کیمیاگر از مناطق متفاوتی محافظت میکنن. منظورتون اینه که مثلا با هم تو جنگن؟ بابا بی خیال. پس چرا از جادوگرای کامادوما نمیخواین یه کاری بکنه؟ چی؟ خب اون توی این زمان بحرانی به خواب عمیقی فرو رفته. منظورت اینه که مرده؟ نه نه، منظورمون این نبود. آقای کامادوما 3 سال تمام حتی یک لحظه هم نخوابیدن، اما 1 سالی میشه که به طور ناگهانی خوابشون برده. الان تو خواب زمستونیه؟ بله، مثل یه خرس. درسته، بی مصرف. خیلی خوابم گرفت، میشه الان برم بخوابم؟ خیلی بی خیالی. هنوز داستانم تموم نشده. درسته. خلاصش کن. مجبور شدم آکانه رو بیارم اینجا چون بهش نیاز دارم تا شاهزاده رو نجات بده. چی؟ نجات شاهزاده؟ چه رومانتیک. چطوری؟ آکانه، این الهه گیرین وینده که 600 سال پیش ظاهر شد. به نظر میاد که نه من و نه کامادوما نمیتونیم شاهزاده رو مداوا کنیم. فقط الهه گیرین ویند میتونه این کار رو انجام بده. اون هدف خوبیه. من بیشتر میخوام. برش گردون به حالت عادی. اگه بلد نیستی خوب انجامش بدی ازش استفاده نکن. واسه همین الان میخوام تمرین کنم. این استعداد منه. بهت حسودی میکنم. کاش وقتی همسن تو بودم یه همچین ماجراجویی فوق‌العاده‌ای داشتم. من میخوام برم خونه. یعنی نمیخوای بری شاهزاده رو ببینی؟ نه. ولی اینطوری که این دنیا. کمک، یکی بیاد کمک. مامان چی شده؟ کمک کنید. ببخشید، داشته شاکت میبافته. پیپو، دارو. چشم.
ببرینش تو تخت خوابش. لطفاً یه لحظه صبر کنید. چاره ای ندارم جز این که امشب اینجا که تو تموم کنم. به خودتون سخت نگیری. چشام دیگه سویی نداره، بدنم دیگه نایی نداره، ولی میخوام اینجا که تو تموم کنم و برم به بازار ساکاساتونگاری. اگه زیاد به خودت فشار بیاری و بدنت کم بیاره چی؟ تو شهردار این روستایی، پس بیشتر از آینده من باید به فکر آینده ی روستا باشی. بیاین، این سرحالتون میاره. پوپو، من به جای تو ژاکتو تحویل میدم. نیازی نیست، این وظیفه من، انجامش میدم. تو بهتره کنار مادرت بمونی، تازه بازار سر راهمونه، چون نزدیک قلعه باران بی زمانه. آکانه، تو موافق نیستی؟ چی؟ من نمی... موافقی؟ باشه. حرکت جسد تو هم میخوای امتحان کنی؟ جسد؟ نه ممنون. چه ماشین فوق‌العاده ای؟ کمک بزرگی به ما. خوشحالم که کمکتون میکنه. کمی آب و غذا برای شما. ممنونم. اینا چیه؟ لباس گرم، چون باید از مناطق سردسیری عبور کنید. جدی؟ آقای پوپو، حال مادرتون خوبه؟ گرچه خیلی خسته به نظر میاد، اما الان خوابه، حتما خوابه. از شما ممنونم که این ژاکت رو میرسونید. بله، فقط با بغل کردنشم گرم میشم. چطور بگم؟ به نظرم خیلی خوب و نرمه. خیلی خیلی ممنونم، حتما به مادرم میگم. پس ما دیگه راه میافتیم، باید به موقع به مسابقه برسیم. خب ماشین رو براتون پر کردم، زود باشین سوار شین. بسیار خوب، میتونی حرکت کنی راننده؟ خدا نگهدار، میبینم اتون. مراقب باشید. میبینم اتون پسرای پشمالو. بای بای. چه جای قشنگی بود. آره. منظره ها دارن کم کم عوض میشن. چقدر یه دفعه سرد شد. فوق‌العاده است، خیلی گرمه. به هر دوتون میاد. خیلی بامزه است.
داره میاد. اون چیه؟ برید بیرون. فکر کنم بهتر داخل ماشین بمونید. نه بیرون. از اون طرف برید پایین و دور هم جمع شید. خیلی شدید بود. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. ممنونم آقای هیپوکراتس که ازمون محافظت کردین. خب کاری نکردم. یا طوفان شن میاد؟ اینجا تو سرزمین باد قرمز گاهی طوفان میاد، اما این اولین باری بود که با چنین طوفان عظیمی برخورد میکردم. حق با اونه، نبود چرخی آب اینجا رو هم خیلی خوش کرده. امروز کاری بیشتر از این از دستمون بر نمیاد. فردا با طلوع خورشید دوباره شروع میکنیم. خیلی خوب. صبر کنید. یعنی چی که باید اینجا چادر بزنیم؟ درسته. چی؟ پس دوش چی؟ یا دستشویی؟ عمران اصلا امکان نداره. هی این بهترین قسمت ماجراجوییه. کیمیاگرا بعضی وقتا هم میتونن مفید باشن. باید زمان تلف شده رو جبران کنیم. بیاید بریم. خیلی خوب. بیا کنه. برفای کثیف دارن بیشتر میشن.
باید عجله کنیم. چه گرمه. ببخشید میشه امشب اینجا بمونی؟ ببینم پول مول دارین؟ خب من هیپوکراتس کیمیاگر هستم. خیلی خوشگلی مگه نه؟ من فکر کردم یه مش دلغک مسافرین. دلغک؟ میدونین که کمبود آب داریم، همه چی گرون شده، نمیتونین از حمام یا دستشوی استفاده کنین، فقط آب خوردن داریم. عزیزم ایشون همون کیمیاگر معروفن. اخ که اینطور که اینطور، از خواهی بنده حقیر رو بپذیرین، بهترین اتاقو براتون آماده میکنم و آب گرمم براتون میارم. البته ممکنه براشون یه غذای گرم آماده کنین؟ براشون یه آبگوشت گرم میاریم. آقای هیپوکرات، شما غذا نمیخورید؟ من میرم پمپ بنزینی که همین اطرافه. بعد از اینکه غذاتونو خوردین برین استراحت کنین، فردای شروع تازه داریم. به زودی میبینمتون قربان. خیلی خوردی. اگه خوراکی دوست نداری پس یه تختت کمه. چی؟ شما؟ به هم قضا بده. شما کی باشین؟ تو زن بزرگ رو نشناسی؟ تو خیلی تحتیلی بابا. چجور غذایی؟ غذای انسانی. همین الان براتون میارم. ممنون که صبر کردین. پس آب چی؟ آب؟ خب به اندازه کافی نداریم، برای همین یه مشکلاتی داریم. اوخیش. چه کار آسانی بود. یعنی چی؟ ببخشید که مزاحمتون شدم. حالتون خوبه؟ چیز مهمی نیست. در ضمن شما دوتا چیکار کنم؟
اوه، تو دقیقا شبیه بودنی. برادرم جزئیات کارو به هم گفته. خیلی قویه، یعنی مثل آب خوردن خورد و خمیرش میکنه. من دنبال درد سر نیستم. میدونم. این چطوره؟ کارم را میندازه. نمیخوای از جنسش مطمئن بشی؟ بهتره زودتر بریم. زانگو، میخوای چی کار کنی؟ این مسئله به تو ربطی نداره کیمیاگر. چاه؟ چاه باران جاودان؟ همون جایی که شاهزاده مراسمشو اجرا میکنه؟ ما به خاطر همون شاهزاده این همه مشکل داریم. این کار برای نجات دهنده سلطنتی بارونساز مریضمون زیادی سنگینه. اگه چاه منفجر بشه حتما دوباره ازش آب جاری میشه. مسخره است. نمیتونم بذارم بری. لعنتی، چه بلایی سرم آورد؟ دروپو، تو فقط دارم جادو رو تمرین میکنم، خیلی زود به حالت عادیش برمیگرده. چقدر اذیت میکنه. وقتی اولین بار شما رو دیدم فهمیدم از آدمای اینجا نیستید. من اهل یکی از دنیاهای دورو برم. مگه شما دنیای ما رو میشناسید؟ نه، از سالهای خیلی دور داستانهایی بود که در مورد دنیای شما از نسلی به نسل دیگه منتقل میشد. میگن دنیای شبیه دنیای ماست که تقریبا مثل آینه است. واقعا؟ البته یه بار در طول تاریخ اون دنیا دگرگون شد. گمونم دنیای شما هم بعد از اختراع لوکوموتیو خیلی سریع عوض شد و تغییر کرد. اینجا اون اتفاق نیفتاده؟ این دنیا حتی بعد از پیدایش لوکوموتیو هم زیاد تغییر نکرد. ما راحت و آهسته زندگی میکنیم مثل همیشه. چرا اینجا تغییر نکرد؟ فکر کنم به خاطر اینکه به اندازه گذشته خوشحال بودیم. آه؟ من عاشق زندگی اینجا هستم. من به همینم قانعم که بارش دونه های درشت برف رو ببینم که نماد این منطقه است. ولی الان دیگه تقریبا هیچ دونه درشت برف زیبایی وجود نداره. متاسفانه اینجا یه چیزیش کمه. هیپوکرات هنوز بر نگشته؟ من میرم میارمش. یکم زیادی دیر نکرده؟ منم باهات میام. صبر کنید، منم همراهتون میام. بابت داستانتون خیلی ممنونم آقا. اینجا هم که بندوزه کافی زغال سنگ هست. میگن آقای هیپوکرات رفته داخل که زغال سنگ بخره، بعدش هم زود اومده بیرون. الان کجاست؟ جدی جدی شبیه فصل بهاره، خیلی حس خوبی به هم میده. اسم این منطقه موسم جوانه های برگه، همون جاییه که به زودی خونه ی آقای هیپوکراتس رو میبینیم. منم اهل اینجام. بقیه گردالیا خونه و مدرسه و مغازه ها مونن. پیدا کردن خونه هیپوکراتس خیلی راحته، شبیه میوه ی درخته، چه بامزه. در زم خیلی هم شبیه خونه ی رئیس هست، درست مثل خود هیپوکراتس. واقعا داره حرف دلشو میزنه؟ چقدر حرف بیادبانه زدم، مثل یه آدم احمق بیادب. شایدم الان آقای هیپوکراتس خونه باشن، فکر نکنم. خونه نیست چون پنجره کوچک خونش بسته است. اون خیلی بیمسئولیته. ما واسه این اومدیم اینجا چون خودش ازمون خواست که بیاد.
من تو رو دعوت نکردم. بگذاریم، بیاین بریم. چرا اینقدر عجله داریم؟ چون فردا صبح مراسم قطره مه هست. قطره مه؟ آره، و شدیداً نیاز داریم که شاهزاده توی مراسم شرکت کنه، برای همین. انگار زانگو و دستیارش هم از اینجا رد شدن. حتما رفتن بازار ساکاسا تونگاری. قلعه درست پشت این رشته کوهاست. هنوز خیلی مونده تا برسیم. آره، باید قبل از طلوع آفتاب برسیم اونجا. چخه چخه چخه. از دیروز تا حالا چقدر پشه زیاد شده و آتش. نخورد به اون پشه احمق. عجب زن وحشتناکیه. الان یادم اومد، یه میونبر سمت چپمون هست. همون جایی که زدم رو پشه؟ من بهت نشون دادم. بابت کمکت ممنون. کودن احمق، سب کنشی، خیلی نزدیک پرتگاهی. از این طرفم نزدیکی. نه نه نه، چاره ای نداریم جز این که ادامه بدیم. عمران، هی صبر کن، صبر کن. هی، کسی هست که ازش خوشت بیاد؟ چی؟ داریم با هم حرف میزنیم، هست؟ نه، همشون خیلی بچه. شاید تا چند سال دیگه تو هم نظرت عوض شد و ارتباطاتت قوی تر شد. عمران، اتفاقیه که میفته، چه دلت بخواد چه نخواد. دلم میخواد تو عشق یه نفر غرق شم. ها؟ گفت از دخترای راحت خوشش میاد، ولی حالا میگه تو زیادی راحتی. چه مرد کثیفی، مگه نمیداری؟ آها، اون یادم اومد. بالاخره یه روز خوشحالی رو پیدا میکنم. رانندگی رو سطح محکم خیلی خوبه. دقیقا، لطفا راحت باشین و گازشو بگیرین. بریم با سرعت. چی؟ عجب شوکی بود. لطفاً اینجور چیزا رو از قبلش بهمون بگو. فکر نمی کردم حرفمو باور کنی. خب حالا چی؟ باید تکونش بدیم. چی؟ تا کجا؟ با این میتونین تو آب نفس بکشین و خشک بمونین. توی آب؟ بیاین با هم بریم. خیلی خوب. خطرناکه. من اول میرم. آه.
من جلوتر از شما میرم. سطح آب اینجا خیلی رفته پایین. کجا رفته؟ گفت فوراً میره که شاهزاده رو ببینه. خیلی خوب. قفلش کن. شاهزاده هنوز نیومدن؟ این یعنی چی که هنوز ران نیومده؟ واقعا که استاد کاماتوما خیلی بی‌مسئولیته. حالا که شاهزاده توی عروسک آهنی گیر افتادن، اون خوابش برده. یه روز قبل از مراسم قطره‌ی مه قرار بود به شکل اصلی خودشون برگردن. فکر میکردم اون قرار این کارو بکنه، ولی ما میریم مراسم. کجا؟ چاه آب تو بازار ساکاساتونگاری. شاهزاده هم میان اونجا؟ حالشون خوب شده؟ نمیدونم، وقتی دیدیمشون میفهمیم ماجرا چی بوده. خب به هر حال داریم میریم بازار ساکاساتوکاری. آره خودمم. تو که شاگردمی باید بفهمی. این پشه چه سیبیل خنده داری داره. من از پشه خوشم نمیاد، بندازش بیرون. ببخشید پیشته. بازم گم زدن. گربه؟ استاد کامادوما خیلی به گربه ها علاقه دارن. افرادی که از بیرون میان باید از این بازرسی رد بشن. بازرسی؟ فکر کنم مثل مهاجرتی. بعدی همون جا بیستید. ببینم توی کیفت چی داری؟ با خودم یه ژاکت برای مسابقه آوردم. چی؟ میتونید رد شید. صبر کنین. اون نمیتونه وارد بشه. گروبی؟ خودشه. محاکمه رو شروع میکنیم. چی؟ محاکمه با گروبه؟ تو الان به من خندیدی؟ نه خندیدم. یادم اومد یه چیز خوشمزهی براتون دارم. بفرماییم.
بفرمایید. بخورین نوش جونتون. اون واقعا یه جادوگره. هی با شمام، نذارید رامتون کنه. اینجا محاکمه است. محاکمه؟ تو یه مجرمی. مجرمی. اما چرا؟ یه لحظه وایسا، این دخترو چی؟ آکانه به چه جرمی متهم شده؟ گناه تو اینه که دم یه گربه بی گناهو کشیدی. آره پس منم به خاطر این جرم تو رو مجازات میکنم. چی؟ قول میدی که دیگه این کارو نکنی؟ قول میدم. نشان عشق. چی خیلی میخندیدی؟ دیگه گروبه رو اذیت نکن. بندازیم؟ مسابقه یه ژاکت مهمتره. بی خیال، فقط یکم. خیلی بچه ای. اینو کجا باید ببرم؟ اونجا. باید بریم چادر گربه های خوش آمدگو که پایین تره. نزدیکم بمون. چشم خانم. خیلی تند میره. اون چیه؟ چاه باران جاودان. شاهزاده تو اون چادر برای مراسم قطره مه آماده میشن. بفرمایید. این خیلی ژاکت خوبیه. با تاج خروس رنگ شده و خیلی هم گرمه. استاد کاماتوما هنوز بیدار نشدن. شاهزاده هم هنوز خودشون نیستن. باید خودمون مراسم رو اجرا کنیم. اونم بدون اشتباه. چطوری باید بریم اونجا؟ استاد کاماتوما، این گوشمایه خوش شده است؟ خیلی خوبه تو غذا. لطفاً با این عوضش کنین. دستمالای فوق مفید مرطوب. این یکی خیلی گرمه. پس لطفاً یکیشو مجانی به هم بدین. وای چی؟ آخه تو کجا رفتی؟ انگار شاهزاده واقعا اینجا. خیلی ناراحت شدم که شایعه مریضیشون رو شنیدم. هر چیزی هم شده باشه، اگه مراسم اجرا کنن مشکل ما حل میشه. حق با شماست. هی، تا حالا پیش اومده که مراسم شکست بخوره؟ آره، در طول تاریخ چند باری پیش اومده.
اگه شکست بخوره؟ هی اون بروجکو بگیرین. لعنتی خودشه. لطفا برو دنبالش، زود باش. اون یارو فکر کنم میشناسمش. ها؟ ما با هم توی مدرسه بودیم، اسمش ران بود، همیشه اذیتم میکرد. بعد از فارغ التحصیلی فکر کنم دوست دارم کیمیاگر بشم. پس منم میخوام بزرگترین جادوگر دنیا بشم. یه شایعی شنیدم که شاگرد استاد کامادوما شده، البته شبیه شاگردا نیست. یه بازرسی جلومونه، حتما میگیرنش. ها؟ چرا؟ گربه ها همیشه خوب میخوابن نه؟ موش زره پوش که یعنی؟ آره، پس زانگو هم اینجاست. غذاکش رفتم بخوریم. بالاخره وقتش رسید. میخوان چی کار کنن؟ الان حرفاشونو لبخانه میکنن. چی؟ تکون نخور. خیلی محشره توپ جدید موش زره پوش مثل آب خوردن اون چاهو از بین میبره. یوهو. خیلی خوش میگذره. باید چیکار کنیم؟ میخوان چاه رو نابود کنن. چاه مهمه؟ اون چاه برای این دنیا ضروریه. هی شما غذا نمیخوری؟ نمیدونم شما چه حسی داری، ولی تصمیم گرفتیم این کار انجام بدیم. اون باعث همه بدبختی همونه. گفتین اگه این کار انجام بدیم دیگه مجبور نیستیم چیزی رو نابود کنیم. همین الان یکیشون مرد. اشکال نداره، فقط یکی دو تا شایتی اششتیم. چی کار میکنی؟ دیدی بونه شدی؟ من چی کار کردم؟ چی کار میکنین؟ هیچ کس نمیتونه فارد شه. ارباب کاماتوما، منتظرتون بودیم شاهزاده. خوب خوابیدم، خبرای خوبی براتون دارم. اون شاهزاده نیست. چه جادوی ضعیفی. وای، روکششو برداشتم. کجا رفته؟ اگه اینجا منتظر بمونم بر میگرده. چه ماشین خوبیه. غیر ممکنه، نمیتونیم تنهایی جلوشون رو بگیریم. حتی اگه توپ داشته باشن بدون مهمات به درد نمیخوره. من سعی میکنم حواسشون رو پرت کنم. تا من مشغولم تو گلوله ها رو بدوست. شاید اینه. یه همکار پیدا کردم. خیلی عجیبه که حتی پشه ها هم هویج دوست دارن. گفتم همکار؟ واقعا که پشه کاملی شدم. بی ملاحظه اون لنگر شتاب هم باعث درد سر شده.
فراموش میدی. فکر میکردم فردا جلوی همه میخوای این کار کنی. هی زنگو، تو اصلا منو درک نمی کنی. درک نمی کنم ولی تو بدترین جادوگر دنیایی. تنها کاری که تونستی بکنی تبدیل کردن من به این هیولا بود. ببخشید ولی من هرچی داشتم و بهت دادم. فقط میخواستم خوشحال باشی، نمیخواستم شاهزاده از اما طرف بر باشه. هی یه کاری بکن، تو جادوگری مگه نه؟ ولی اگه تونستی کاری کنی که حرف بزنم میتونی منو برگردونی. هی عجله کن. من الان زنگوام، دیگه شاهزاده نیستم. استاد کامادو دیگه کم کم باید بیدار بشه. تو درد سر میفتم. کامادو ما رو هم نابود میکنی. براتون مهمه مگه نه؟ لطفا نابودش نکنید. تو یه غریبه ای. اگه آب جاری نشه همه ی این دنیا خشک میشه. خفشو به تو ربطی نداره. ران، خیلی وقت ندیدمت مگه نه؟ در مورد چی حرف میزنی؟ من ران نمیشناسم. مطمئنم که میشناسیش. اگه چاه باران جاودان نابود بشه عواقب خیلی بدی داره. جنگل زیبایی که توش بزرگ شدی میمیره. خانواده و دوستانمون بیچاره میشن. فکر نکنم تو جز دوستای من باشی. ولی من تو رو دوستم میدونم. این جا رو نگاه کنین، مثل این که شاهزاده و ران نزدیکن. تو مطمئن؟ فوراً میرم دنبالشون. نه، باید بگم که این تصمیم خود شاهزاده است، ولی بازم مجبوریم که تلسمو بشکنیم. خفشو انقدر گستاخ نباش احمق کوچیکو. ران، آقای هیپوکراس. آکانی. استاد هیپوکرات. بیا اینجا، الان درگیری میشه. پیپو، هویج. خیلی خوب ران. بذار برم بیرون. سعی کن جلومو بگیری. چی؟ اگه تو الهه گرین ویندی، سعی کن جلومو بگیری. ها؟
ترسیدم هیچی نیستن مثل گرد و خاک، درست مثل تو. به زودی میمیریم. حتی با این وجود صبر کن، چاهو خراب میکنی. چی؟ امکان نداره، تو نباید همچین کاری بکنی. دسته گفن برید بالای پنده ها، وقتی هم از اینجا محافظت کنید. تو هم ترسیده بودی، از مراسم قطره مه می ترسیدی. این سرنوشت من بوده که بیام، ولی نمی خواستم قبولش کنم. پدران من موفقیت رو توی مراسم قطره مه می دونستن. پس منم فکر می کردم روزی نوبت به من می رسه. ناگهان احساس نافرمانی کردم، پدر و مادرم مردن. گاهی وقتا از قلعه می زدم بیرون و می رفتم نیبی. یه شب اونجا به چند تا خلافکار خوردم، همه چیزم رو ازم گرفتن. هرچی مراسم قطره مه نزدیکتر می شد، ترس و خشم منم بیشتر می شد. کامادوی پیرم نگران بود، چون این اتفاق با خواب عمیقش همزمان شد. اون منو توی یه عروسک آهنی تلسم کرد. اگه اون چاهو خراب کنی، ترس و خشمت از بین میره؟ من تو مراسم قطره مه کمکت میکنم. آخه مثلا من الهی گیرین ویندم، همونطور که گفتی. پس کمکت میکنم، همه چی درست میشه. قبل از این که برسم اینجا از روستا و شهرهای زیادی رد شدم. وقتی دیدم اینقدر قشنگن تعجب کردم، دنیایی پر از رنگای خیلی قشنگ. تو دنیای من علم خیلی پیشرفت کرده، پس الان خیلی راحت و خیلی ناراحته. رنگ گلای تاج خروس واقعا خیلی منو هیجان زده کردن، ولی ما همه اینجور چیزا رو فراموش کردیم. پس خواهش میکنم مواظب این دنیا باش، تو تنها کسی هستی که میتونی این کارو بکنی. ها؟
دیگه زانگو نیستی. من برگشتم. شاهزاده برگشته. ببخشید که تنهاتون گذاشتم. ترسیده بودی؟ آقای هیپوکراتس، فکر کنم بهتره یه لنگر شتاب بدیم به شاهزاده. هرچند میدونم که فوق محرمان است، اما لنگر به هم واقعا شجاعت داد. آقای هیپوکراتس، مطمئنم شما از پسش بر میاید. شما بهترین کیمیاگر دنیایید. البته فقط میتونم تو آزمایشگاه هم بسازمش. چی؟ معذرت میخوام. نگران نباش، فقط سوار شو. اون چیه؟ یه سوخت خیلی قدرتمند که از مدفوع با ارزش اژدها ساخته میشه. مدفوع اژدها؟ بیاییم پرواز کنیم. براتون آتیش روشن کردم. وای، آروم، ولی به هم زدن ادامه بده. مهتابو بگیر، بعدش ذهنتو آزاد کن از اعماق ذهنت. بله استاد هیپوکراتس. ادامه بده. راستی بعد از شهر برفی کجا رفتی؟ رسیدیم. آقای کامادو، وقتش لباستون رو عوض کنی. شما حالتون خوبه؟ بله. دست نگه دارید. آقای هیپوکراتس، ببخشید. چی شده؟ مشکلی نیست آکانه. منو ببخشید که دیر اومدم. این لنگر شتاب مال شماست. حتما. حالا با هم صد کردیم. اگه خواستی برگردی، این لنگر بهت کمک میکنه که پیش بری. این قدرت بهم کمک کرد که بیام اینجا، که تو رو ببینم. بهش اعتماد کن.
اعتماد میکنم. شنل الهی گرین ویندو بهش بدین. چشم قربان. خب اگه مراسم قطره مه شکست بخوره چی میشه؟ جونشو از دست میده. چی؟ ولی با اهدای جونش مطمئن میشه که دنیا تا نسل بعدی سرشار از آب میشه. خانواده سلطنتی باران چندین نسله که به آب وصلن. مطمئنم که شاهزاده به خوبی از این موضوع آگاهه. ترسیدی؟ مراسم شکست خورد. باید بدنم و قربانی چاه کنم. چی؟ یه لحظه صبر کن. این خیلی وحشیانه است. بذار این دست نگه داره. یعنی تو میگی که این اتفاقات وحشیانه تو دنیای شما نمیفته؟ اشکالی نداره. ممنونم. خداحافظ. آفرین شاهزاده، کارت خوب بود. من اسم شما رو به عنوان پادشاه باران دیدم. تبریک میگم. از اون دختر تشکر کنین. اون خیلی شجاعه. حتما. آکانی نگران نباش، دیگه نمیپرم. آکانه برو کنار، مراسم قطره مهه. آه.
んだ二人公園の向こうその先へ行こう道なき道は山を越え今霧を抜け雨の向こجای دستی که اونجاست مال الهی گریم ویندیه که 600 سال پیش اومده. فکر میکردم درستش کردیم. الهه همیشه دستشو به همون نقطه میزنه. باید لنگر شتابو پس بدم. نیازی نیست. اون لنگر خیلی وقت از بین رفته. چی؟ من بهتون فرصتی دادم اما در نهایت شما با اراده خودتون پیش رفتیم. پس تو کیمیاگر قلابی هستی؟ چقدر بیادب. مهم نیست چیزی چقدر با ارزش باشه، باز هم بدون تفکر شخصی که ازش استفاده میکنه چیزی نیست. بهونه قابل قبولی نبود. بهتره بریم. باشه، من از هر دوتون یه خواهشی دارم. کینگ مووی. خیلی ممنون. خواهش میکنم. استاد هیپوکراتس، حسودیتون شد؟ مسخره بازی در نیار. آکانه، این مال توه. این هدیه‌ای برای مهمان پادشاه بارانه. خیلی ممنونم. پیپو. بله. ما 3 روزه که نبودیم، حتما نگرانمون شدن. درسته. نیاز نیست نگران باشین، 1 روز اینجا معادل 1 ساعت توی دنیای شماست. واقعا؟ این یعنی دفعه بعدی که میایم اینجا ما دیگه نیستیم. گرچه احتمالا این دنیا اصلا تغییر نکرده، همین قدرشو میتونم بگم. اون موسیقی راهنماییتون میکنه. حالا برگردین و زود برید. دیگه هم پشت سرتون رو نگاه نکنید. چی؟ ممنون هیپوکراتس و پیپو. پس تو اینجا بودی؟ چی؟ من میرم خونه. مواظب خودت باش. تو کی هستی؟ من چند دقیقه پیش رسیدم اینجا. یادته که این چراغو بهم پیشنهاد کردی؟ وقتی بردمش خونه نورش عالی بود، پس خیلی دوست دارم که بخرمش. اینا رو جا گذاشتین و دیگه بر نگشتین. ببخشید که به وسایلتون دست دادم، ولی یه گلدون براش پیدا کردم. بهت میفروشمش. ها؟ حالا میشه یکم مواظب به مغازم باشی؟ چی؟ من یکم خوابم میاد. وایسا. یه چیزی بزن که خوابم ببره. فوق‌العاده‌ت ممنون. مامانی، دنیا
دنیا خیلی بزرگه نه؟ آره خیلی بزرگه. دنیا خیلی قشنگه مگه نه؟ معلومه که هست. از آخرین باری که انقدر به مامانم حس نزدیکی داشتم خیلی وقت میگذره. دنیا یکم گسترش پیدا کرده. الان یه جورایی حسش میکنم. شاید برای دانلود فیلم های بیشتر به وبسایت کینگ مووی مراجعه نمایید. چیگاتته میرو نو توشیته کانا کوکورو وا زوتو کاوارانای دیته کوتوبا نی شینای داکه کوکورو وا فوان دے توبی ماوارو کونو ماما کودومو دے ایتای وا どこまで